خب سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. من احمد رضا فلسفی هستم. امروز قرار هست کلی حرکت خفن از کریس رونالدو، دریبلینگ های مخصوصش و پاوز کردن مخصوصش رو آموزش بدیم، پس تا پایان ویدیو همراه باشید. قرار هست یک ویدیو ازش پخش بکنیم و هر جا هنگ کردیم وایسیم و آموزش اونجا رو من بهتون بگم و بعد همینطوری ادامه بدیم. پس بریم که شروع بکنیم. چیده شد. من به نظرم دوباره برگردیم به اولی ویدیو و استپ به استپ هر ویدیو رو آموزش رو بزنیم و بریم جلو. اگه موافق هستیم شروع کنیم از این ویدیو. خب اولین ویدیو از کریس رونالدو زمانی که منچستر یونایتد بود که پاوز کردن بسیار جالبی داره که دوباره تصویر رو ببینیم و آموزشش رو بذاریم. خب این پاوز کردن رونالدو که با هم دیدیم تقریبا 8 مرحله داره که ترکیبی از پاوز کردن به داخل و به بیرون و یک فیک داره و فرار که کلا میشه 8 مرحله. اولین مرحله پای اصلی به بیرون، پای ضعیف به داخل، پای اصلی به داخل و پای اصلی دوباره به بیرون، پای ضعیف به بیرون و یه فیک میاییم اینجا و پای ضعیف به بیرون و فرار. دوستان عزیزم هر حرکتی رو که میخواین یاد بگیرید اول اون رو به آرومی انجام بدین چندین بار تا ملک ذهنتون بشه و بعد یواش یواش صورت رو چاشنی بکنید. یه بار دیگه تصویر رو ببینیم. خب حالا سعی کنیم در حال حرکت این رو بزنیم که البته اینجا موبایل من میفته روی زمین. دوباره انجام بدیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدی خواستم اطلاع بدم که من یک دوره تخصصی دریبلینگ فوتبال رو تهیه کردم مخصوص پا عوض کردن ها، اینکه سرعت پامون چطور بره بالا و انواع اقسام دریبلینگ رو یاد بگیریم همراه با برنامه تمرینی 4 هفته. یعنی بعد از 4 هفته شما پیشرفت رو در خودتون میتونید ببینید، از مبتدی تا پیشرفته هست. اگر خواستید تهیه بکنید میتونید از طریق وبسایت من احمدرضافس.com اون رو تهیه کنید. خب بریم سراغ تمرین بعدی از کریس رونالدو. خب حرکت دوم پا عوض کردن و فرار به سمت مخالف هست. حرکت بسیار خوب برای لب خط، برای وینگرها. نکته که در این پا عوض کردن هست اون تاچ اول حرکت هست که باعث میشه توپ یک مقدار به سمت جلو بره و بعد پامون رو رد بکنیم. خب حرکت سوم کریس رونالدو زمانی که دفاع پشت سر اون هست و بخوایم برگردیم، با کف پای اصلی به توپ ضربه میزنیم، پای چپمون پای ضعیفمون رو رد میکنیم و بعد با کف پای اصلی یک حالت سر توپ میزنیم و خودمون رو از دفاع رد میکنیم. دوباره صحنه آهسته رو ببینیم به این شکل.
حرکت چهارم کریس رونالدو که حرکت استوبر فکر رو همراه داره، طوری که احساس می‌کنیم توپ از پاش داره در میره در حالی که اون رو در حال کنترل داره و با یه پا دو پا یا یک دریبل حریف رو جا می‌ذاره. پامون رو یک دور به دور توپ می‌چرخونیم که حالت فکر ایجاد بشه و بعد پامون رو روی توپ می‌گذاریم. یک حالتی ایجاد میکنه که حریف فکر میکنه توپ از پامون در رفته ولی ما توپ رو در کنترل داریم و بعد با یک فرار سریع خودمون رو از حریف جدا میکنیم. حرکت پنجم کریس رونالدو حرکت دریبل مارادونایی یا زیدانی هست. با پای اصلی توپ رو به داخل بدن میکشیم و با پای ضعیف توپ رو به سمت مخالف میکشیم و فرار میکنیم. حرکت ششم کریس رونالدو استپ اوور رو که زدیم به همون سمت موافق فرار میکنیم. زمانی پیش میاد این اتفاق که ما خیلی نزدیک به دفاع باشیم، پس پای اصلیمون رد میکنیم و با پای مخالف به سمت موافق فرار میکنیم. دریبل هفتم حرکت ماجیک رو داره. حرکت ماجیک این دوتا تقیه هستش که شما میبینید، البته همراه با استپ اوور میتونیم این حرکت رو بزنیم. پس یک استپ اوور رد میکنیم و بعد حرکت ماجیک رو میزنیم که شامل دو تقیه سری و پشت هم هست. اول اون رو با آرامی تمرین میکنیم، بعد یواش یواش اون رو با سرعت انجام بدیم. دوباره صحنه آهسته رو میبینیم، یک پا عوض میشه و بعد حرکت ماجیک زده میشه. دریبل هشتم حرکت فکر رابونا هست که حریف فکر میکنه ما میخواییم به صورت رابونا سان بکشیم یا یک ضربه رو وارد بکنیم، در حالی که اون رو تبدیل به یک سر توپ میکنیم. اول باید حرکت رابونا رو ما تنها با پرشش یاد بگیریم و بعد سعی کنیم به توپ ضربه بزنیم. بعد از تمرین کردن حالت ساکن سعی کنیم حرکت فکر رابونا رو در حال حرکت انجام بدیم. حرکت الاستیکو یا حرکت رونالدینیو که رونالدو هم این حرکت رو به خوبی اجرا میکنه و بسیاری از حرکاتش رو تبدیل به پانا یا لایی میکنه. این حرکت رو باید به دو قسمت تبدیل بکنیم. اگر با پای راستمون این حرکت رو اجرا بکنیم، ضربه اول به سمت راست و ضربه دوم به سمت چپ، نیاز نیست پیوسته این رو اجرا کنید برای شروع. و نکته مهم، پای ضعیفمون به عنوان مثال پای چپمون باید روی زمین ثابت باشه در حین این حرکت. با تمرین زیاد این حرکت رو میتونیم به خوبی و پیوسته انجام بدیم. سر توپ خاص کریس رونالدو که همراه با دو استپ اوور است، استپ اوور اول به سمت بیرون سر تو و بعد استپ اوور به داخل. اول به صورت ثابت تمرینش میکنیم، کمی ملکه ذهنمون شد سعی میکنیم در حال حرکت این رو هم تمرین داشته باشیم. پس یه استپ اوور به داخل سر تو، استپ اوور به داخل. خب حرکت استپ اوور کریس رونالدو همراه با فرار تاچ اول بسیار مهم هست، چون باعث میشه توپ کمی به سمت جلو هدایت بشه و بعد استپ اوور رو رد میکنه و
با یک حرکت کشویی فرار رو انجام میدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. این جزء ویدیو رایگان هست که امیدوارم شما استفاده بکنید. در کنار این ویدیو رایگان من یک دوره تخصصی دارم که قدرت دریبلینگتون و سرعت پاتون رو افزایش میده و من 4 هفته برنامه نوشتم براش و روی هنرجوی خصوصی خودم این رو اجرا میکنم که خیلی از بچه‌ها که به من به طور مستقیم در ارتباط نیستن میتونن دوره رو تهیه بکنن. من برنامه نوشتم کامل که شما میتونید خودتون برای خودتون تنهایی تمرین بکنید و پیشرفت رو در خودتون ببینید. برنامه از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی با احمدرضا فلسفی، خدا نگهدار.